أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. آیا زمانی طولانی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟ ما انسان را از نطفه مختلطی آفریدیم و او را می آزماییم، بدین جهت او را شنوا و بینا قرار دادیم. ما راه را به او نشان دادیم، خواه شاکر باشد یا ناسپاس. ما برای کافران زنجیرها و قلها و شعله‌های سوزان آتش آماده کرده ایم. یقین ابرار و نیکان از جامی می نوشند که با عطر خوشی آمیخته است، از چشمه ای که بندگان خاص خدا از آن می نوشند و از هر جا بخواهند آن را جاری می سازند. ها به نذر خود وفا می کنند و از روزی که شر و عذابش گسترده است می ترسند و قضای خود را با این که به آن علاقه دارند به مسکین و یتیم و اسیر می دهند و می گویند ما شما را به خاطر خدا اطعام می کنیم و هیچ پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم. ما از پروردگارمان خائفیم در آن روزی که عبوس و سخت است. به خاطر این عقیده و عمل خداوند آنان را از شر آن روز نگه می دارد و آنها را می پذیرد در حالی که غرق شادی و سرورند و در برابر صبرشان بهشت و لباسهای حریر بهشتی را به آنها پاداش می دهد. این در حالی است که در بهشت بر تختهای زیبا تکیه کرده اند، نه آفتاب را در آنجا می بینند و نه سرما را، در حالی است که سایه های درختان بهشتی بر آنها فرو افتاده و چیدن میوه هایش بسیار آسان است و در گرداگرد آنها ظرف هایی سیمین و قدح هایی بلورین می گردانند پر از بهترین غذاها و نوشیدنی ها، ظرف های بلورینی از نقره که آنها را به اندازه مناسب آماده کرده اند. در آنجا از جام هایی سیراب می شوند که لبریز از شراب طهوری آمیخته با زنجبیل است، از چشمه ای در بهشت که نامش سلسبیل است و بر گردشان نوجوانانی جاودانی می گردند که هرگاه آنها را ببینی گمان می کنی مروارید پراکنده اند و هنگامی که آنجا را ببینی نعمتها و ملک عظیمی را می بینی. بر اندام آنها بهشتیان لباس هایی است از حریر نازک سبز رنگ و از دیبای زخیم و با دستبندهایی از نقره آراسته اند و پروردگارشان شراب طهور به آنان می نوشاند. این پاداش شماست و سعی و تلاش شما مورد قدردانی است. مسلماً ما قرآن را بر تو نازل کردیم، در تبلیغ و اجرای حکم پروردگارت شکیبا و با استقامت باش و از هیچ گناهکار یا کافری از آنان اطاعت مکن و نام پروردگارت را هر صبح و شام به یاد آور، در شبانگاه برای او سجده کن و مقداری طولانی از شب او را تسبیح گوی. آنها زندگی زود گذر دنیا را دوست دارند در حالی که روز سختی را پشت سر خود رها می کنند. ما آنها را آفریدیم و پیوندهای وجودشان را محکم کردیم و هر زمان بخواهیم جای آنان را به گروه دیگری می دهیم. این یک تذکر و یادآوری است و هر کس بخواهد راهی به سوی پروردگارش برمی گزیند. شما هیچ چیز را نمی خواهید مگر اینکه خدا بخواهد. خداوند دانا و حکیم بوده و هست، هر کس را بخواهد
و شایسته بداند در رحمت خود وارد می کند و برای ظالمان عذاب دردناکی آماده ساخته است.